چطوری مچو؟ خوش اومدید به پورت سوم بازی شبیه‌ساز کلوب گیمینگ. پورت‌های قبلیشو خیلی دوست داشتیم، به خاطر همین پورت سومش هم گیم پلی می‌ذاریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی. خب بچه، تصمیمی که برای این پارت گرفتم اینه که اول داستان بریم یه ذره از سوپرمارکت هم خرید کنیم و جنس توی یخچالمون هم بذاریم، به خاطر اینکه احساس میکنم یخچال خیلی الکی اونجا وایساده و اصلا هیچ استفاده ای ما ازش نمیکنیم. برای اینکه بتونیم راحت تر بریم دم سوپرمارکت، من همین جوری که دارم رانندگی میکنم نقشه‌رم این بغل باز میذارم که ایزی بریم سوپرمارکت رو پیدا کنیم. اول بعد از اینجا فقط ماشین رو مثل اینکه روشن میکردی بعد این حرکت رو میزدم. حالا دوباره میایم روی گوشی و حرکت میکنیم به سمت سوپرمارکت. فقط کجا بود اصلا؟ من هیچ ایده‌ای راجع به جای سوپرمارکت ندارم، ولی پیداش کردم. بابا چقدر سریع. خدا رو شکر شهر کوچیکیه، جای مختلفشو خیلی راحت میشه پیدا کرد. من فکر کنم اینجا رو باید بریم تو. یه کوچه پس کوچه تور خیلی سوئیسیه و سوپرمارکت همین بغلا باید باشه. دیگه ادامه‌شو میتونم با ماشین پیاده شم. یاده برم فکر کنم راحت تر بشه. داداش ماشین رو خاموش کن، بیا پشت فرمون بیرون و گم شو، برو سمت سوپرمارکت. اینجاه؟ چرا هیچی توش نیست؟ آها، تازه الان اسپان شدن. فکر کنم تنها جایی که تا الان ندیدیم همین سوپرمارکته بود. خب اینا رو باید قیمتاش رو نگاه بکنم و جیبمو. اول از همه $144 بیشتر پول ندارم، خیلی هم نمیخوام هزینه کنم، به خاطر اینکه بعد از این داستانا باید بریم سراغ سیستم سوم و اونه که درست حسابی پول میده. اینایی هم که گذاشتی پشت تو نمیفروشی، نه اینا رو میبری خونه چیکار میکنی؟ اینا رو هم میذاشتی تو قفسه ور میداشتیم دیگه. خب چی بخریم حالا؟ من مثلا 4 کنسرو برگر میگیرم از این یارو، میشه چقدر؟ $24. بدی نیست. 4 هم نوشابه میخرم، یعنی کار 4 مشتری رو راه میندازیم. 4 هم شکلات. فکر کنم دیگه کسی که بخواد بیاد توی دونه کلاب مثلا با سیستم کار کنه به بیشتر از اینا نیازی نداره واقعا. آقا حساب شد $112 و بسکت رو باید الان با خودمون ببریم. چقدر خوب که همه رو بسته بندی شده بهمون داد، چقدر زیبا واقعا. خب اینو میذاریم اینجا، صندوق رو میزنم بالا، همه رو میخوام بذارمش توی صندوق ببینم میشه. بله، چقدر دقیق و زیبا. واقعا فیزیک بازی فوق العاده است، خیلی داره خوشم میاد من از این بازی. شما هم مثل این که همونطوری که من خودم خیلی خوشم اومده این بازی رو خیلی دوست دارید، ولی حمایتاتون یه کوچولو کمه از این بازی. یعنی اونجوری که من انتظار داشتم لایک نمی کنید، کامنت هم نمیذارید. حواسم بهتون هست. خب آقا دوباره از روی گوشی من باید برگردم برم سمت مغازه. اون فکر کنم دیگه این طرفی باید بریم دیگه. آره دیگه کاملا درسته. یه دونه شاپ دیگه هم من فکر کنم اینجا هست که ما تا حالا ندیدیمش، نرفتیم یعنی سمتش. ببین چقدر دقیق و درست اومدم، چقدر اصلا نزدیک بود، یعنی پیاده هم میشد بری. خب دوباره ماشین رو خاموش میکنیم، در ماشینم باز میکنم، از پشت فرمون میام بیرون و بریم که وسایل رو ببریم بچینیم توی مغازه. یه ذره یخچال هم استفاده کنم این بدبخت ها. خیلی دیدم آدم علاف میاد اینجا وای میسته، از در که میان تو میبینن توی یخچال خالی ها، ولی باز میان این اسکلا وای میسن جلو درش ببینن چیزی این تو هست یا نه. خب قبل اینکه اینا رو بچینم سیستما رو هم ران کنیم. یه سری از بچه ها توی کامنت ها میگفتن که میتونی خودت بشینی پشت سیستم بازی بریزی و یه سری حرکت بزنی و اینا، ولی چجوریشو کسی به من نگفته. آها، روی مانیتور روشن آرو که بزنی میتونی از سیستم استفاده کنی. حتما این کارم امتحان میکنیم، ولی قبلش اینا رو بریم بذاریم توی یخچال دونه خوردی که احمق فروشی بودی، چقدر بیشوری. البته این بنده خدا هم به هر حال گرسنه شه دیگه. نوشابه ها رو میذاریم اینجا فعلا، یه شکلات هم حالا بهش میدم بزنه که خیلی ناراحت نشه بدبخت. 3 اینجا مثل سگ داره کار میکنه، ولی هیچی تا حالا بهش نداده بودم بخوره. کنسروارم هم همین جوری بذاری وسط فکر کنم اوکی باشه دیگه، اینا که واقعا قرار نیست به چرخ پرت کنه پایین. فکر نمی‌کنم اینو میاد توی یخچال ور میدارم به احتمال زیاد. دوتاش هم میذاریم طبقه پایین. یخچاله رو میخوام دیگه قشنگ پره پرش کنم که هر کی میاد دم در یخچال وای میسه حتما یه چیزی بخره، چون که سود خوبی باید داشته باشه. آقا این شکلات هم بزن، 4%.
5% خوشحال شد. اینجا میتونیم ببینیم که چه نیازایی داره یارو. هم تشنشه، هم گرسنشه، هم هپی نیست، هم دستشویی داره. حالا دستشویی کردنش هم بهتون میگم که چه جوریه. یه مسخره بازی جدیدم توی این بازی داریم که خوراک اونایی که سر نهار و شامن واقعا. البته به کثافتکاری لاین درایو و اینا نیست، ولی خب بد چیزی هم نیست، میشه کارایی باش کرد. آقا اینم از یخچال، الان اینم باید روشنش کرد. چیکار باید بکنی؟ ببین اینا قیمت دارن. خب میگه که 4 تا داری، قیمتشو گشته 9 دلار. من نمیدونم چند خریدیم، ولی یه کوچولو قیمتا رو میبرم بالاتر. مثلا اینو میذارم 4 دلار، هر کدوم یه دلار بهش اضافه کردم دیگه. بعدم باید نگاه کنم ببینم چقدر میخریم، چقدر بفروشم. چیزی که یادمه یه دونه شونو ما 6 دلار خریدیم که فکر میکنم این بود. الان اینو داشت میفروخ 9 دلار، من کردم 10 دلار. خوبه دیگه، سود اوکی داره نسبتا. آقا سبدو چیکار کنیم حالا؟ سبد کالا رو کجا بذاریم؟ اینم میذاریمش این پشت فعلا، کسی که کار خاصی نداره و صداش در نمیاد. حالا یخچالو که من پر کردم هیچ کس هیچ خریدی نداره، یعنی همه چی مخالفه با کارهایی که من میخوام بکنم. پولو داده 5 دلار. یه کار دیگه هم باید انجام بدم من. تو گوشی میایم میریم تو این سیستمی که کامپیوتر رو بهش وصل بود، اینجا قیمت‌ها رو یه ذره میشه برد بالاتر. من میذارم روی 9 دلار مایل به سبز، یعنی خیلی هم قیمتم بالا نیست. مثلا قرمز اگه بشه بذاری 10 دلار، فکر نمی‌کنم دیگه کسی بیاد زیاد از سیستمت استفاده کنه. خب اینم از این. دستشویی که داستانشو بهتون میگفتم اینه. می‌بینی با یه حالت گوله‌ای میشاشم اینجوری کف مغازه خودمون. الان چی شد؟ این کثیف شد اینجا؟ یوری تمیز کنم. تیم کو احساس میکنم تیه رو یکی دزدیده ناشش. اینو ور میداریم، حالا میایم جای شاش خودمون رو تمیز میکنیم. فکر کنم مشتری فهمید شاشیدم کف مغازه، ناراحت شد رفت بیرون. پاکم نمیشه حالا، چه چیز اسیدی سمی بود. البته این لکه ها پاک نمیشن، اینا پاک میشن. اینا رو قشنگ میشه تمیز کرد. خیلی اینجا کثیف شده. یکی از دلایلی که مشتری داره کم میاد فکر میکنم که همین چیزا باشه. اینجا رو باید قشنگ تمیزش کنی که هر میاد تو بگه بابا به به چه کافه خرابه کوچیک خوبی، چقدر ما اینجا احساس راحتی میکنیم. جای پای خودشونه البته همه اینو. نمیدونم چرا تو همه بازی ها زمین بیرون خیسه، اینا باید با پای خیس بیان اینجا را برن برینن کف مغازه من. خب آقا اینم نسبتا اوکی شد. مشتری بعدی هم فرار کرد، فکر کنم بیشتر به خاطر قیمت هاست. شاید یه ذره قیمت ها رو بردم بالا زیادی. مثلا میذاریمش روی 8 دلار که دیگه قشنگ سبز روشنتر باشه و اوکیه دیگه. خدا وکیلی ساعتی 8 دلار اینا میارزه. من باشم که استفاده نمی کنم، ولی میارزه. خب آقا بریم یه استفاده از سیستم بکنیم ببینیم چی میگه. میگه که اگه مشتری ها بخوام به صورت مولتی پلیر با هم دیگه بازی کنن، باید سیستم ها به استیم وصل باشه، یه همچین حالتایی. ولی میگه اگه یه بار این کارو انجام بدی، لازم نیست دیگه برای هر کامپیوتر دوباره همین حرکتو بزنی. الان من وارد سیستم شدم. ایوال چه خفن. بکردم یه لحظه برگشتم رو دسکتاپ خودم، اصلا اینقدر طبیعی بود همه چیش. تو مای کامپیوتر داره هاردو نشون میده و چیزایی که وصله به کامپیوتر، مدل مادربردمون، مدل پروسسورمون، مدل کارت گرافیک و هاردو، رم و کولر. این که هیچی، میتونیم بک‌گراند رو تغییر بدیم. مثلا یه بک‌گراند بهتر برای این میذارم. این پنجره رو میبندم، واقعا عین خود صفحه دسکتاپه. و تو اپ استور 3 تا چیز هست، یکی خود اپ استوره، یکی اکسپلورر، یکی مای کامپیوتر. چیزای دیگه نداره. مثلا استیمو باید اینستال کنیم واسش، خوبه خیلی سریع هم دانلود میشه. یه دونه آنتی ویروس هم براش میریزم که یه وقت کسی نیاد گند بزنه تو همه چی. اف کلینر داریم و یه دونه بروزر، اینو باید بخریمش، قیمتش 30 دلاره. حالا اینم براش میخرم دیگه. میگه پول تو کارتت نداری. آها الان فهمیدم داستان کارت چیه. برای اینکه بتونی تو سیستما برنامه یا بازی بریزی، باید پولو حتما تو کارتت باشه. حالا بریم تو استیم ببینیم چه خبره. اینا هم همش پول تو کارت میخواد. بازیای مختلف میتونیم بخریم که به هارد سیستممون هم خیلی ربط داره. مود داریم، کارکرای یا همون فارکرای خودمون، جی تی ای 4، هالف لایف و هزار تا چیز دیگه. واقعا بازیاش بازیای خفنیه به نظرم، اگه البته تو این سیستم نصب بشه. مثلا اینجا اگه هارد رو من نگاه کنم که چقدر حجمش، میشه فهمید که چه بازیایی میشه ریخت. ولی اینجا خب ننوشته. اینتال 250، نمیدونم 250 گیگه، یعنی اگه 250 گیگ باشه که عالیه. خب آقا از سیستم من میخوام بیا
بیام بیرون برم سراغ این یکی ببینم اینم همه اون سیستما براش اومد، نه جدا جدا برای تمام سیستمات همه چی رو باید نصب کنیم. من برای این یکی هم حالا استیمو میریزم، اون یکی رو کاری نداریم و تمام چیزایی که نصب کردیم و اینجا داره بهمون نشون میده تو مای کامپیوتر. اینم فکر میکنم که هاردش همون 250ه. آره دقیقاً مثل قبلی است. خب آقا یه چیزایی من باید الان تو حسابم مونده باشه یه خورده پول فکر کنم. بذار نگاه بندازیم. 121 دلار شد پول تو حسابم. بریم یه جابجایی انجام بدیم از یه آبربانک. میگم چرا مشتری نمیاد؟ خیلی آخر شبه. خیلی دیگه تاریک همه جا. ببینم میتونم مثلا یه ذره پول جابجا کنم که بتونم بازی بخرم. مثلا مدلش چه جوریه؟ نزدیکترین آبربانک هم همینجاست دیگه. من میخوام دپوزیت کنم توی کارتم. خب 100 دلار که نه، 80 دلارشو از جیبم میخوام بریزم توی کارت. ببینم انجام میشه. فکر میکنم که اوکی شد. باید الان اوکی باشه یعنی دیگه. بذار از توی کیف پول میتونیم بفهمیم دقیقاً درست بود. همون دپوزیتو باید بزنیم برای اینکه بتونی از جیبت پول بریزی توی کارت. اگه بخوای از توی کارت پول نقد بگیری میشه ویترو. اوکی آقا بریم دو تا بازی هم برای این بنده خدا بخریم. یه ذره میان اینجا بیشتر اشغال کنه. هیچی نخریدی که؟ چرا قیمتا بالا بود؟ حال نکردی؟ چرا از سیستم های من الان استفاده نمی‌کنی؟ مشکلتون چیه واقعا؟ این میشینم بلند میشم، من نمی‌فهمم چه مرگشونه. یا به خاطر قیمته یا به خاطر کثیفی اینجا. همین دوتا حالت بیشتر نمیتونه باشه. آقا ما بازی مودو 20 دلار می‌خریم. میگه که باید لاگین کنی اول. او باید اکانت بسازی یه دونه. اکانتشو میذاریم بعد یا ال پی. استیم خودمه این، هیچ کس حق سوء استفاده نداره. الان لاگین شد مثلا مودو میخرم، دانلودم میشه. چیزی باید دانلود کنیم. او از این ور باید اینستالش کنی تازه. خوبه سرعت دانلود و اینستالش خیلی بالاه. بازیه کارکرای هم میخرم، از این ور دوباره اینستالش میکنم. رو هر کدوم از سیستما میخوام 4 تا بازی بریزم دیگه. حالا تا این داره اینستال میشه یه دونم گراند آتو البته نمیتونم فکر کنم. الان این دوتا خودش فکر کنم یه عددی شد. بذار خب دوتا بازی میگیرم. الان این دوتا برای این نصب شد. میریم سراغ این یکی سیستم. پاشو داداش میخواستم بازی بریزم واسه. او شکلاتم خریده، پس کارمونو درست انجام دادی. خب حالا الان به خاطر اینکه خودمم خیلی گرسنمه یه دونه کنسرو برگرم میزنیم که من تا حالا ندیدم. یعنی نمیدونم چه جوری، همجوری گوشت و نون و همه مخلفات با هم دیگه توی کنسرو ملت میان میخورن عشق میکنن اینجا. آقا یه ذره احساس میکنم اوضاع بهتر شده، به پولدار شدن توی این بازی هم داریم نزدیک میشیم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که این بازی رو ادامه بدم و ویدیوهای خیلی بیشتری ازش واسهتون درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چند تا کامنت انگلیسی هم دارید که ویو لایکتون نپره. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.